به گزارش رسیده از تهران، چهارمین جلسه دادگاه پرونده بازداشتگاه کهریزک هم غیر علنی برگزار شد و دژخیم سعید مرتضوی که مثل همیشه با اسکورت به محل دادگاه آمده بود، پس از پایان جلسه بدون صحبت با خبرنگاران به سرعت محل را ترک کرد. اما پیش از آغاز جلسه دادگاه، زنی انتظار مرتضوی را می‌کشید تا به گفته خودش تنها یک جمله به او بگوید. او با شجاعت در جمع خبرنگاران فریاد کشید: دخترم را در آمریکا کشتند. برای پیگیری پرونده‌اش چند بار به دادسرا رفتم. انقدر با آنجا رفت آمد داشتم که یک روز مرتضوی مرا به مسخره گرفت و گفت: امروز کارت ورودت را زده ای؟ امروز اینجا آمدم تا وقتی خودش در موضع متهم از دادگاه می آید به او بگویم کارت ورود و خروجت را زده ای؟ این مادر معترض هنگام خروج مرتضوی جلاد از محوطه دادگاه خود را به ماشین دادستان سابق رساند و با صدای بلند فریاد زد: بالاخره تو هم کارتت را زدی؟ مجلس ارتجاع حتی طرح‌هایی را که در چارچوب و کانال‌های رسمی رژیم آخوندی و با ماهیت ارتجاعی تهیه شده اما عنوان حمایت از زنان دارد متوقف و به اصطلاح سایت بسیج ضد مردمی تلس می‌کند. بر اساس این گزارش تاکنون 9 طرح که عنوان حمایت از زنان را داشته در مجلس آخوندی متوقف شدند. این طرح‌ها عبارتند از: طرح بیمه زنان خانه‌دار، اصلاحیه قانون تنظیم خانواده و جمعیت، ارائه 1 سال سنوات به ازای هر فرزند به مادران شاغل، طرح بازاریابی اجتماعی مادری، اشتغال نیمه وقت بانوان، ایجاد کمیسیون زن و خانواده، مصوبات جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی، لایحه امنیت زنان در خانه. روشن است که این طرح‌ها و هر طرحی که به مجلس ارتجاع می‌رود هرگز در جهت منافع مردم نیست. اما قابل توجه این است در رژیم آخوندی حتی عنوان حمایت از زنان هم تحمل نمی‌شود. به گزارش خبرگزاری حکومتی اینا، رئیس فراکسیون کارگری مجلس ارتجاع با اذعان به نرخ بالای بیکاری زنان، آن را گرانیگاه مسائل و مشکلاتشان خواند. علیرضا محجوب اعتراف کرد نرخ بیکاری زنان 2 برابر مردان و نرخ مشارکت آنها 1/4 مردان است و این اصلی ترین مسئله زنان کارگر است. وی افزود نرخ بیکاری برای زنان بین 15 تا 25 سال بیش از 35% است. به گزارش رسیده از زندان سمنان، الهام روزبهی ساکن اصفهان که به جرم اعتقاد به بهائیت از سوی دادگاهی در سمنان به 2 سال حبس محکوم شده بود، به همراه طفل شیرخواره‌اش روانه این زندان شد. اتهامی که به او زده اند، تبلیغ علیه نظام و تشکیل گروه و برهم زدن امنیت است. به این ترتیب، تعداد مادران بهائی زندانی در زندان سمنان که همراه با اطفال شیرخواره‌شان زندانی هستند به 4 مادر و فرزند رسید.